بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به کانال صدای استرالیا، خیلی خوش اومد اینجا که ما هیچ دوره‌ای برای فروش به شما دوستان عزیز نداریم و اینجا همه چیز برای تمام فارسی زبان‌های عزیز رایگان هست و تنها خواهشی از شما داریم اینه که با لایک و شیر و کامنت و سابسکرایب هاتون به ما کمک بکنید بتونیم این ویدیوهای ارزشمند رو به دست تمام فارسی زبان‌های عزیز در اقصا نقاط عالم برسونیم. تو این ویدیو بچه‌ها با چند تا اصطلاح کاربردی و مهم زبان انگلیسی در خدمت شما هستیم. لطفاً لایک رو بزن و تشریف بیار داخل صفحه کامپیوتر تا آموزش با هم دیگه شروع کنیم. به صفحه کامپیوتر من خیلی خوش اومدید. بچه‌ها اولین اصطلاحی که امروز در خدمت شما دوستان عزیز هستیم all over the world, throughout the world, worldwide, everywhere. و این مورچه بسیار زیبایی که شما دارید اینجا میبینید منو یاد کارتون مورچه خوار میندازه. Ants live all over the world. مورچه ها در از تمام دنیا زندگی میکنن. English is spoken all over the world. English is spoken all over the world. میگید زبان انگلیسی در تمام نقاط مختلف دنیا صحبت میشه. Mozart is a famous all over the world. موزارت در واقع حالا اون موزیسیانی هستش که حالا پیانو اینا خیلی خوب میزنه. موزارت is famous all over the world. میگه که یک نوازنده مشهوره یا یک آهنگساز. میتونیم مثلا بگیم که موزارت is a famous pianist, is a famous songwriter, is a famous composer. یه آهنگساز خیلی خوبه، یک موزیسین خیلی خوبه که در تمام دنیا مشهوره. یه کلمه دیگه بچه اینجا من به تو معرفی کنم برای کلمه famous که ما اینجا استفاده میکنیم. famous یه کلمه که هم معنیش هست، کلمه well-known هست. well-known با خط زیبای من امیدوارم که قابل خوندن باشه برای شما عزیزان. یه مکالمه خیلی کوتاه ما ببینیم. I wish I could travel all over the world. من دوست دارم، ای کاش میشد که بتونم تمام دنیا رو برم بچرخم. That would be a lot of fun. یه عالمه تفریح و سرگرمی و لذت خواهد بود. That would be a lot of fun. پس اولین کلمه که با هم دیگه صحبت کردیم all over the world هست. میتونید به جای throughout the world استفاده کنید یا worldwide یا everywhere هم در واقع میتونید به جای این اصطلاح استفاده کنید. بریم بعدی رو با هم دیگه ببینیم. all the time, constantly, always. یه وقتی یه اتفاقی در واقع دوباره و دوباره همیشه میفته ما این عبارت all the time رو استفاده می‌کنیم. He is tired all the time. این آقایی که اینجا شما دارید می‌بینید داره میگه که همیشه خسته است به خاطر اینکه مرتب داره خمیازه میکنه. He is tired all the time. همیشه خسته است. Midori practice the violin all the time. این حالا خانم میدوری که اینجا تو می‌بینید داره میگه که هر روزه و همیشه در حال تمرین کردن وایولین هست. همون در واقع ویولون خودمون میشه. میتونی شما بگید I practice my English all the time. I watch the video of the voice of Australia all the time. من همیشه در حال نگاه کردن ویدیوهای کانال صدای استرالیا. Mark chews gum all the time. چوز که بچه‌ها اینجا داریم استفاده می‌کنیم، چو معمولا برای در واقع برای آدامس و برای چیزای این شکلی استفاده میشه. این عبارت چو، چو به معنی جویدن هست، جویدن آدامس معمولا. چوز گام all the time. مارک همیشه در حال جویدن آدامس هست. میتونیم بگیم الکس فرگوسن چوز گام all the time. الکس فرگوسن یکی از ویژگی‌هایی که داره مربی منچستر یونایتد اینه که همیشه در حال جویدن آدامس بود. He looks very happy today. امروز خیلی خوشحال به نظر میرسه. He looks happy all the time. اون همیشه خوشحال به نظر میسه و چقدر خوبه که ماها همیشه خوشحال به نظر برسیم. بریم سراغ بچه‌ها عبارت بعدی. all the way, the whole distance, the whole way. all the way بچه‌ها خیلی استفاده میشه تو جاهای مختلف توی زبان انگلیسی، مخصوصا وقتی که میخوان آدرس بدن. مثلا میگه where can I get for example peanut butter. بعد مثلا میگه all the way up to aisle number 6. all the way up میگه این مسیر همینجوری تا ته برو، تو ردیف 6 میتونی مثلا پیداش بکنی. یه جمله اینجا هست، اینو بچه‌ها با هم دیگه ببینیم. این خیلی عکس زیبا. The road goes all the way across the field. داره میگه این جاده، داره میگه در تمام این سرزمین حالا سبز رنگی که اینجا ما داریم میبینیم اومده کشیده شده. The road goes all the way across the field. میگه این جاده در تمام این مسیر قرار گرفته. The car broke down and we had to walk all the way home. میگه ماشینمون خراب شد. Broke down. ببینید بچه‌ها یکی از عبارتهایی که برای خراب شدن ماشین میتونید استفاده کنید همین عبارت break down هست. من اینجا بنویسم براتون. Break down. Down.
که گذشتش میشه broke down. داره میگه که در واقع break down وقت در رومیانی استفاده میکنین میشه خراب شدن. The car broke down and we had to walk all the way home. یه ماشینمون خراب شد و مجبور شدیم همه راه تو خونه پیاده بیایم. Sue was late. Sue دیر کرده بود. She ran all the way to school. اون مجبور شد که تا تمام راه رو تا مدرسه بدوه. Run. ببینید بچه من اینم اینجا بنویسم براتون. Run گذشتش میشه ran. دویدن. مجبور شده بودی تمام رو تا مدرسه بدو. یه مکالمه کوتاه با هم ببینیم. Can you run all the way around the soccer field؟ داره میگه که میتونی دور تا دور زمین فوتبال رو بدویی. بعد میگی No I can't. I can only run halfway around it. Then I'm too tired to keep running. بچه چند تا نکته خیلی مهم وجود داره اینجا. اجازه بدین اینو با هم دیگه بررسی کنیم. So اول که شما میتونید can you run all the way up around the soccer field. همون زمین فوتبال داره میگه No I can only run halfway. وقتی میخوای بگی نصفش میتونم بدم، یکی از اصطلاحاتی که در واقع ما اینجا استفاده می‌کنیم اصطلاح halfway هست که خیلی به نظرم جذاب. Halfway around it. Then I'm too tired to keep running. ببینید بچه ها افعالی که یکی از حالا راجع به اینا من بیشتر بعدا براتون صحبت میکنم. یه سری افعال هستن که بعد از یه سری افعال وقتی قرار میگیرن ما اینا رو به صورت ing form دار میایم استفاده میکنیم. بعد از keep معمولا form حالا اون در واقع فعلی که قرار میگیره به صورت ing form. I'm too tired to keep running. من خیلی خسته میشم که بخوام اون دویدن خودم رو ادامه بدم. Keep running. مثلا وقتی یه نفر یه بچه‌ای داره میگه keep running keep joining keep cycling. میدونید بعد از keep اون عبارتی که استفاده میکنین معمولا یه حالت موتیویت کردن، تشویق کردن در واقع میتونه بهش اطلاق بشه و بهش شما میتونید بدی. یا برعکسش هم too tired to keep running، من دیگه نمیتونم، خیلی خسته میشم و دیگه نمیتونم به این مسیری که داشتم ادامه دادم، بریم با هم دیگه عرضم به حضورتون اصطلاح بعد رو ببینیم. تو اگر تو الان هنوز لایک رو نزدی لطفا لایک رو بزن، کمک کن این ویدیو به دست تمام فارسی زبان های عزیز برسه. So smash the like button right now before I explain this beautiful expression to you. So and so on and so forth and the like. خب ببینید بچه ها اولا من یه نکته به شما بگم. So on and so forth بعضی وقتا با هم دیگه استفاده یعنی به صورت جدا نیست. So on and so forth خیلی وقتا شما میبینید که پشت سر هم استفاده. حالا معنیش چی میشه؟ و میگه به همین ترتیب و به همین شیوه و به همین منوال، یه همچین معنایی میده. الان من براتون مثال بزنم شما میبینید که منظورش در واقع چیه. They were always arguing. داره میگه که این دوتا اسبه که اینجا هستن داشتن با هم دیگه بحث میکردن. They were always arguing. Argue میشه بحث کردن. Argue رو بنویسم براتون اینجا. Argue میشه بحث کردن. I'm the fastest. من سریع ترین هستم. No, I'm the fastest. No way. And so on. داره میگه که اون هی این میگفت من سریع تر هستم. اون میگفت من سریع تر هستم. بعد میگفت نه هیچ عمرن راهی نداره. No way. And so on. و این داستان به همین شکل ادامه داشت. And so on and so forth. بعضی وقتا به این شکل هم در واقع استفاده میشه. Potatoes, onions, carrots and so on are vegetables. داره میگه که سیب زمینی و پیاز و هویج و اقلام از این دست، ببینید یه حالت این شکلی ده، اقلام از این دست هم اینجوری میاد، are vegetables، در واقع جزء سبزیجات هستن. There are many countries in Africa. خیلی تعداد خیلی زیادی کشور خیلی زیادی تو آفریقا داریم. زامبیا، کنیا، توگو and so on. داره میگه زامبیا، کنیا، توگو و کشورهای از این دست. What do you feed your pet snake؟ خب داره میگه که این حالا شخصی که ما اینجا داریم روش صحبت میکنیم ظاهرا یه مار داشته به عنوان پت نگهداری میکنه. بعد داره میگه که چی بهش غذا میدی. میگه small animals like mice, frogs, lizards and so on. داره میگه بهش غذاهای مثل حیوانات کوچیک میدم، مثل موش و قورباغه و مارمولک. حالا سوال بعدی که میتونیم بپرسیم ازش اینه که اینا رو از کجا گیر میاری. خودش به نظرم میتونه خیلی سوال باشه. پس بچه ها نکته بس اینجا وجود داره که and so on، بعضی وقتا so on and so forth هم شما میبینید تو جای مختلف که اینا میان استفاده میکنن. و اما آخرین عبارتی که تو این ویدیو میخوام تقدیم شما عزیزان بکنم arrive at or arrive in. ببینید این دوتا با هم دیگه میتونه استفاده بشه. get to، come to، reach به معنی رسیدن در واقع اینجا استفاده میکنم. arrive at or arrive in. Make sure you arrive at
the house before 6. میگیم مطمئن شو لطفاً که قبل ساعت 6 خونه ای، حتما قبل از ساعت 6 خونه باش. They arrived at the restaurant. میگه که اونا رسیدن به اون رستوران. The train arrived at the station. اینجا خیلی معمولاً اینجا استفاده میشه، خیلی شما این جمله رو میشنوی که داره حالا مثلا ترین داره به استیشن نزدیک میشه یا رسید یا اتفاقات چنین و چنان. The train arrived at station. داره میگه که اون ترین به اون ایستگاهی که بود رسید. When will we get to the airport? ما کی میرسیم به فرودگاه؟ When will we get to the airport? When will we get to the airport? ما کی میرسیم به فرودگاه؟ We should arrive at the airport in 5 minutes. ببینید بچه، اینم باز یکی از اون اصطلاحاتی هستش که خیلی میتونید استفاده کنید. یعنی این دو تا جمله که شما دوستان عزیز اینجا دارید ببینید، و البته حالا اینو با موارد دیگه میتونید جایگزین کنید. به عنوان مثال میتونید بگید When will we get to the house? When we get to the gym? When we will get to different places? When we will get to the airport? مثلا میتونید اینجوری معمولا پشت تلفن این سوالو میکنه، بعد میتونید بگید I should arrive at the airport in 5 minutes. I should arrive at the restaurant in 5 minutes. In 2 minutes. این عبارتی هست که در واقع شما به این شکل میتونید استفاده کنید. خب بچه، این عبارتی بود که تقدیم شما دوستان عزیز شد. ما سعیمون این هست که در واقع ویدیو رو کوتاه نگه داریم که دنبال کردنش برای شما عزیزان راحت باشه. کاری که بعد از این ویدیو باید انجام بدید که بلافاصله بچه تمرین کنید. خواهشم این هستش که به تجربه بیش از 15 ساله من در مورد تدریس اعتماد کنید و بدونید بلافاصله بعد از کلاس اگر تمرین نکنید، ریویو نکنید و کار نکنید، تقریبا 50% چیزی که اینجا توی ویدیو من تقدیم شما دوستان عزیز کردم رو فراموش میکنید. پس بلافاصله بعد از ویدیو لطفا تمرین کنید و در جریان هستید که بچه ما اینها رو در واقع این اسلاید هایی که درست کردیم رو به صورت PDF و به عنوان هدیه تقدیم شما دوستان عزیز میکنیم. منتها این اسلاید ها رو داخل کانال تلگرام میتونید دریافت بکنید. بذارید که بچه من در مورد درسی که امروز دادیم یه سری سوالات رو داخل کامنت اول برای شما دوستان عزیز قرار میدم که باز جواب اون سوالات رو هم داخل کانال تلگرام میتونید ببینید. Be your best friend. See you next time. یا علی.